به نام خدا و شب خوش. جسار بار دیگر در نخست افغانستان در آینه مطبوعات جهان با وال استریت جورنال آغاز میکنیم. فیلیپ مارک به حیث فرمانده جدید نیروهای ناتو در اروپا انتخاب شد. وی جانشین جیمز استارتویتس فرمانده پیشین نیروها شده است. وی افزود که اولویت اصلی ناتو ادامه ماموریت در افغانستان است. وی گفته است که نیروهای امنیتی افغانستان به زودی مسئولیت کامل امنیتی را در کشورشان به عهده خواهند گرفت و نیروهای ایساف ماموریت خود را تا ختم سال 2014 میلادی در این کشور به پایان خواهد رسانید. این در حال است که جنرال فیلیپ در این مراسم گفت که کشورهای عضو نباید تلاشهایشان را در جریان آمادگی برای خروج از افغانستان کاهش دهند و اعضای ناتو باید این ماموریت را قوی در نظر داشته باشند. این جنرال آمریکایی هنگام تسلیمگیری فرماندهی کل ناتو در اروپا از جان استوارت است به اهمیت ماموریت افغانستان در حال حاضر اشاره کرد و افغانستان را به حیث اولویت نخست معرفی کرد و افزود ناتو باید برای حفظ دستاوردهای 10 ساله در افغانستان مبارزه کند. در حالی که نیروهای بین المللی برای پایان ماموریت نظامی در افغانستان و خروج از این کشور در سال 2014 آمادگی میگیرند، قمندان تازه ناتو در اروپا میگویند انتقال موفقانه مسئولیت ها با چالش های گسترده به همراه خواهد بود و برای عملی ساختن پلان ها با عزم قوی و راسخ نیاز است. فیلیپ مارک گفت چیزی که ما از عهده‌اش برآمدن نمیتوانیم این است که بعد از تغییر اوضاع در افغانستان راحت بنشینیم و دستاوردهای به دست آمده در این کشور را از دست دهیم. این اظهارات در حال صورت میگیرد که پیش از این قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان گفته بود در جنگ با طالبان پیروز شده است. جنرال جوزف دنفورد گفته بود که با توجه به برخی آزمون‌ها حقیقت این است که وضعیت امنیتی در سراسر افغانستان بهبود یافته است. تا لحظات دیگر گفتار در جستار است و با ما بمانید. گفتار در جستار است و مهمان امشب جستار آقای آصف ننگ، معین وزارت معارف افغانستان. معین صاحب خوش آمدید. از مسمومیت امروز چیزی که در مزار در لیسه خراسان صورت گرفت آغاز بکنیم، جزئیات از چی است؟ اول خب این حادثه را بگذاریم که نمیشه مسمومیت نگذاریم، که اطلاعاتی که ما گرفتیم از محل در حقیقت از نتیجه تعفن و چای بدرفت که بعد از او باز شاگردها مسموم شدن، یعنی در نفس ماده مسمومیت وجود نداره. البته بیشترش تلقینی بوده و بیشترش در نتیجه بوی بوده. پرسش هم اینجا است، چرا هر بار دانش آموزای دختر گاهی در کابل با تعفن پاروی حیوانی مسموم میشه، گاهی هم با تعفن پاروی انسانی در مزار شریف؟ یعنی امکان نداره که ما عوامل طبیعی را مطلقا نفی کنیم و ای هم معقول نیست که مطلقا تایید کنیم، نفی هم نمیتونیم. ممکن عوامل متعدد باشه، ما فقط گزارش و اطلاعاتی که تر دست داریم روی از او قضاوت میکنیم، بلکه قضاوت هم نه، همو را با شما شریک میسازیم با دوستای خود. حوادث از 1388 آغاز شد. اولین حادثه از مکتب بچگانه آغاز شد، مکتب صادقی در بگرام، بچه های خورد صنف 3 و 4. بعد از اون ما حادثه در پروان داشتیم، حادثات دوم، یعنی در حقیقت حادثات آغازش از پروان شده. بعد از او به کاپیسا به ایسه اول و بعد از او باز حادثات شد در غزنی، فاریاب حادثه داشتیم، در بلخ حادثه داشتیم و در کابل چندین حادثه داشتیم، در تخارم چندین، در تخارم داشتیم. ای به تدریج دمی 4 سال جمعاً بیش از 46 مکتب در سراسر افغانستان یا مسمومیت بی حد خفیف و قسمان مسمومیت کاذب و قسمان تلقینات و یک دو مورد ما البته از جانب ارگان های امنیتی گرفتاری ها هم داشتیم. ما خودم من حیث یکی از مسئولین درجه دوی نظام معارف قطعا به این چیز تن نمیتونم که ما در آسیاب دشمن آب بریزیم و این تبلیغی که هنوز هم مبهم است، یک اغماز وجود داره که کشف نشده، هنوز تفسیر نشده. و اجازه بتین چند پرسش. مسمومیت کاذب یعنی چی؟ ده ها دانش آموز میره به شفاخانه و مقامات صحی افغانستان تایید میکنه که این مسمومیت از کاذب بودنش تا کجاش است؟ مسمومیت حقیقی مسمومیت است که
ارگانهای طبی یا مراجع طبی ما به طب عدلیه، به طب ناتو، به طب ایساف، به بگرام، به بهترین لابراتوارها سمپل ها رو روان کردیم. برای ما نتیجه نداده که ای در نتیجه کدام ماده سمی، گازی، زهری و یا انواع از بیهوش کننده ها ای کدام اثرات ازی بوده. وقتی که اثراتش نیست، شما امروز هم از یک دکتر پرسان کنین که چی عامل بوده، کدام عامل سمی هست، شاید برتن جواب نوتن یا جوابشان نفی باشه. ما هم امور قضاوت قرار میتیم. ما کدام لابراتوار ندارم و شاید برای یک تعداد بسیار خسته کن باشه و شاید حتی مضحک باشه که یک مسئول وزارت معارف گاهی اعتراف نمیکنه که این کار دشمن است. ما اول خود دست دشمن اینقدر دراز نمیبینیم که هر جای تحت شعای دشمن بره، تبلیغات دشمن به معارف دستش کوتاست. هنوز کسی اعلان هم نکده. یعنی اگه این یک ظفرمندی باشه، موفقیت باشه که یک بچه ترسانک میکنه دشمن، باز دشمن باید اعلانش کنه که این کار نکرده. اما آقای ننگ، موارد وجود داره که وزیر معارف افغانستان از دشمنان افغانستان اتهام زدایی هم کرده. مثلا گاگاه شنیده شده که وزیر معارف افغانستان گفته که طالبان مکاتب در نمیتن. صحیح. شاید هم در راستای ازمی باشه که شما بحث مسمومیت دانش آموزا را به عنوان یک مسمومیت کاذب تلقی میکنین هنوز. اولا ما ایرا نه وزیر معارف و نه ما و نه هم مسئول دیگه که از معارف نمایندگی میکنه از پالیسی های معارف، ما قطعا نفی نکردیم که دشمن وجود داره که نظام افغانستان تهدید میکنه. اگر دشمن وجود داره که انکشاف افغانستان تهدید میکنه، پیشرفت استقلال ما را، آزادی ما را، پس اینقدر ما باید کور نباشیم که دشمن وجود نداره. اما بزرگترین پیشرفت، بزرگترین بنیاد پیشرفت تعلیم و تربیه است. چطور میتونیم که ما نفی کنیم که دشمن علیه معارف وجود نداره؟ اما دشمن ترسو است، اول شاید اعتراف نکنه، دوم تا حال کس اعتراف نکده. من سریکی انگشت بمانم که من خودم کشفی ارگان نباشم و او اعلانم نکنه و طالب مسئولیت از این مسائل نگرفته. تفاوت دیدگاه میان وزارت معارف افغانستان، نهادهای امنیتی و مقامات صحت در کابل وجود داشته در حوادث گذشته. شما گفتین که این ناشی از حوادث طبیعی بوده، اما چیزهای دیگری اعلان شده در طریق رسانه. من فکر میکنم با حرفای ما، با روایت های ما هیچ تناقضی وجود نداره. ما گفتیم ممکن دشمن باشه، ممکن تعفن باشه، ممکن عوامل طبیعی باشه، ممکن عوامل عمدی باشه، ممکن سم باشه، ممکن زهریات باشه، ممکن گازیات باشه، ممکن ملتین باشه و ممکنات دیگه که کلگیشه. ما چرا ممکن میگیم باشه؟ قاطع جواب ما نیافتیم. وزارت صحت عامه میگه که این مسمومیت است، اما وزارت صحت عامه باز میگه که این تلقینات است. بیشتر حوادث کلش یک حادثه از دیگهش مختلف بوده، از او خاطر قضاوت مختلف سرش میکنن. در حادثه امروز به اساس گزارش های ناتایید شده 150 متعلم مسموم شدین. چگونه میشه مسمومیتش ناشی از تلقینات دانست؟ ما برتن کلن گفتم، یعنی که بار بار هم اگر شما 50 بار هم سوال کنین، ما جواب مشابه را برتن شاید بدم. ما گفتیم که تا که ثقه نشه، ما من حیث یک آدمی که سر خبر ثقه، تا که برای ما کدام ارگان مسئول نگویه، پیش ما امروز هم روایت است. حالی را باید شما به عنوان مسئولین درجه اول و درجه دوم نظام معارف افغانستان ثقه بسازین یا توقع دارین کسی دیگه باید ثقه بسازیم؟ شما در این راستا چی کار را انجام ما با وزارت صحت عامه، با کلینیک ها فورا در تماس هستیم. علل فور تمامی شاگردای ما به شفاخانه ها میرسانیم. همون رقمی که شما یاد کردین بیشتر از 2 سال میشه این پروسه ادامه داره. 44 مکتب و در حدود 21 گزارش از نقاط مختلف. تا حال چی بوده اقدامات عملی شما؟ ببینین اقدامات ما برتن اقداماتی که به اصطلاح جلوگیرانه هم بوده داشتیم، تدابیر هم داشتیم،
نسبت به حادثه واکنش های هم داشتیم، ما علی الفور هیچ حادثه را دو کوتایی نکردیم، تمامی شاگردان را به شفخانه رساندیم. مکاتب ما را تدابیر جلوگیرانه یا تدابیر به اصطلاح وقایوی که ما داشتیم او را هم داشتیم. هر مکتب 16,500 مکتب داریم، هر مکتب ما شباش برشتین کردیم. تدابیر ما چی بوده؟ ما تدابیر انضباطی داشتیم، با ارگانهای امنیتی هم آهنگی بسیار وسیع و عمیق داریم، یعنی مثل یک فامیل واره ما مشترکن در حمایت، مسئولیت و حفاظت مکاتب خود کار میکنیم. ما تدابیر امنیتی داشتیم، تدابیر ایمنی داشتیم، بهداشتی و صحی داشتیم. ما غذاهایی که چهار طرف مکتب بوده او را کنترل کردیم، آب آشامیدنی مکتب تا حدی که توان ما میرسه، تا حدی که ایجاب میکنه و یا ما احساس کردیم که اینجا باید چاره جویی شوه او را چاره جویی کردیم. تدابیر به خاطر منشأ یا علتی که باعث از این مسمومیت میشه هنوز شما در حالت ابهام به سر میبرین، درست نیست؟ یعنی ببینین بازم اینمی تدابیری که ما گرفتیم، یعنی امو چیزی که لازم بوده واجب بوده بالای معارف او را ما ادا کردیم، کوتاهی نکردیم. آیا گفته میتونین شما که اگر یک انتحار در کابل رخ میده یا یک انفجار رخ میده فورا ای را بگوین که ارگانهای امنیتی کوتاهی میکنه؟ در باستان امریکا به خاطر یک نفر 10,000 پلیس تلاش میکرد. آیا ما گفته میتونیم که نظام امریکا یک نظام ضعیف است، نظام پلیسیش؟ یا چرا حادثه شد در امریکا؟ حادثه شد، حادثه افغانستان در یک جنگ بسیار بزرگ است، در یک غایله بسیار بزرگ است. در کره زمین امو کشمکش بزرگ سیاسی و نظامی و استخباراتی که در افغانستان وجود داره مثیل و بدیلی از او در کره زمین نیست. یک تفاوت بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا وجود داره. از 2001 به بعد حادثه بوستن پس از 11 سال واقع میشه. در 2 سال گذشته تنها در نظام مسمومیت دانش آموزان ما 21 گزارش که در 46 مکتب به اساس گفته خودتان صورت گرفته، این تکرار و این گستردگی از این نشان نمیده که ما ضعف مدیریت داشتیم هم در نظام معارف و هم در نظام امنیتی ما در افغانستان؟ ببین بازم ما میگم یعنی خلای وجود داره که اگر دشمن از او استفاده میکنه میتونه. اگر ما بگویم که دشمن ما دشمن جان و دشمن ملکیت و مال و همه چیز ماست، دارایی ها و ارزش های ما، ما دشمن داریم یا نداریم؟ اگر ها دشمن داریم، دشمن اگر اینقدر سرایت میکنه پس بم هم مانده میتانه، انفجار هم کده میتانه. بسیار مشکل است که آدم بگویه که چرا خی عاملی که بعد از 5 دقیقه یک شاگرد شفایاب میشه، یک کسی که مسموم شده. لله الحمد به فضل خدا ما را این حادثات زیاد نترسانده، ولی تشویش داریم مثل که شما تشویش دارین. ما مسئولیت داریم و تشویش هم بسیار داریم. ما میگیم آرزوی ما ایست، یکی آرزو هاستک یکی واقعیت هاستک. آرزوی ما ایست که هیچ مسمومیت نباشه و امین نظام هیچ مانعی، هیچ خلل و هیچ پاتک پیش روی انکشاف نباشه. هم ما هست، وجود داره. از زبان ما ای که کی هست ای باسانی نمیبره، مگر تا ای که ارگان های کشفی، ارگان های امنیتی به ثقت بر ما از هر حادثه را عاملش دستگیر کنه. وزیر معارف افغانستان چند روز پیش گفت که پس از این اگر احد من الناس یا من بعد هر کس ادعای زیر بکنه که مسموم شده و او را نهادهای صحی در افغانستان تایید نکنه، هم خودش هم مجازات میکنه، هم استادم اجازات میکنه، هم سرمعلم، هم مدیر مکتبه. این پیام چی معنا میده؟ شما به عوض از اینکه راه حل براش پیدا بکنین، به عوض از اینکه نهادهای امنیتی افغانستان فشار بالاش وارد بکنین که عامل اصلی قضیه را پیدا بکنه یا علت هایش، شما چرا اشتار و اخطار برای معلمی که شاگردش یا سرمعلمی که یا مدیری که شاگردش ادعای مسمومیت داره میکنین؟ خب در تای 4 سال شاید یکی از صحبت هایی که وزیر معارف خیلی صمیمانه صحبت نکد یک مورد باشه، و این مورد هم از لحاظ فنی گفته های ما قبلش در کلیپ که چی گفت او را خورسانه ها نکاس نداد
و چیزی که بعد از او گفته شده، فقط در همون جمله مکس شده و از او جا کتنگ گرفته شده و بالاخره به رسانه ها تکثیر شده. اما مفهومش بسیار واضح است دیگه، یعنی این مفهوم گرفتن. ما ببینین دوباره تفسیر ساده سخنای جدی وزیر معارف که زیاد صمیمانه نبود، ایره به دو بخش، یکی که به عنوان وزیر معارف صحبت کرد، دوم یک کرکتر دوم هم وزیر معارف در کشور داره که او کرکتر یک مربی معارف است. مربی معارف ممکن گاهی غیر صمیمانه صحبت کنه، جدی باشه و جدیت هم از درد است و از حسن نیت است و هدفش تهدید نیست، هدفش ایست که نظام کلی معارف. حال با چنین ابراز چنین هشدار جدی که شما میگین غیر مهربانانه بوده، چگونه میشه که ایره تهدید تلقی نکنه آقای ننگ؟ ما انما الاعمال بالنیات، اساس و اعتبار عمل نیت است. حال نیت وزیر صاحب معارف که یک امر باطنی است، ما چی رقم بفهمیم؟ از علائمش بفهمین، یعنی از این که ما از همین صحبت هایی که صورت گرفته که شما هم میگین، از یک صحبت نه، اگر اعتبار عمل یک صحبت باشه، به هزارها صحبت دیگه ای که کده، یک به هزارها فعالیت هایی که در نظام معارف انجام داده. وزیر معارف کامیابترین وزیر است، موفقترین وزیر است، دلسوزترین وزیر است نسبت به شاگردها و کل رهبری معارف، چی معلم ما باشه چی مدیر ما باشه، رهبری که ما میگیم کل سیستم، یعنی بحث ما از کل آقای سیستم. آقای ننگی، موفقیت در کجا از دانش آموزا هر روز مسموم میشن، شما مسمومیت شلت شد پیدا نمیکنه، ناملینش هم دستگیر نمیشه و هشدار نه تنها به او کسی که مسموم شده بلکه به معلم و سرمعلم مدیر مکتب هم میتین. ببینین من این صحبت ها را گفتم که جدی بود و از یک درد بود. این صحبت اگر سریزی مکس کنیم، وزیر معارف به حیث یک مربی معارف اتو گویا هدف صحبتشی بود که ما باید تن نتیم با آسانی با که ای اعمال پایهای ما را سست کنه و نظام ور خطا بسازه و کلگی سیستم بالاخره در نتیجه از این مختل شوه. خود حال فکر میکن رای حل شمیست که ما تهدید بکنیم دانش آموز؟ نه، رای حل تهدید نیستک، من از تهدید دفاع نمیکنم و من فکر میکنم بجای از این که من تعبیر تهدید استعمال کنم، یک نوع گوشزد جدی بود برای شاگردا که شما لطفا زیاد ور خطا نشین و اگر عمل تلقینی بوده. بیشتر حوادث شما باور کنین، ما از ارگانهای طبی حتما پرسانم کنین، بیشتر حوادث تلقینی است، بیشتر مصدومین حوادث تلقینی است، اما یک تعداد بالفعل مسموم شده. ببینین ما خلاصه صحبت ما اگه بگویم، ما دشمن ای عمل نفی نمی کنیم که دشمن های وجود داره، ایرام نفی نمی کنیم که طالبا وجود داره، طالبا در ورای ازی است، شاید باشه ولی اعتراف نکدن و تاله کسی نگفته. کسایی که اعتراف میکنن که ما مکتب در دادیم، شما میگین که مکتب طالب در نمیته و طالب اعلان میکنه که من معلم اثر بریدیم، شما میگین طالبی کار نمیکنن، در این وقت کاری که صورت میگیره اما اعتراف نمیکنن، شما میگین که کار طالب نیست، یک دو دیدگاهی نسبت به طالبا و یک نوع از سیمپاتی وجود نداره با باور شما؟ ما یعنی با طالب کدام همدردی نداریم و ایره نمیگیم که طالب کدام ملائکه و فرشته استک، او را برات نمیتیم. طالب جنایت های زیاد داره، یعنی جنایت هایش اگر ببینیم در امی بازی بزرگ، یکی از طرف های مشکل است، یکی از طرف های بدبختی است و یکی از طرف های است که سعادت افغانستان، سعادت مردم افغانستان چیده، موجودیتش به معنی موجودیتش و موجودیتش با تفنگ خطرناکتر است و موجودیتش با ای که بخش از یک شبکه یا یک بازی بزرگ است، از یک ایجنسی بزرگ است که در هیچ شک من ندارم. حال اینمی بحث ما، اگر ما سیاسی بحث کنم باز اونو ایاره انکار نمی کنم، اتو یک بحث می کنم، اما وقتی به عنوان نماینده معارف صحبت می کنم، ما باعث یک شخص اکادمیک باید علمی صحبت کنم، احساساتی خیلی نه. برای ما کدام مکتوب، کدام خط، کدام حادثه نه از رسانه ها درج کردیم که سر کدام معلم بریده شده باشه و طالب گفته باشه که اینمی سر ما بریدیم، و یا مکتب حریق شده باشه
و شما روایت ازیرا گرفته باشین و صدای کدام طالب شنیده باشه که این مکتب ما خرید ساخته. اعلامیه نزد رسانه ها است. قضاوت هم می‌گذاریم برای بیننده های ما که طالبان اعلان کردند که معلمین در نقاط متفاوت افغانستان سر بریدند و مانع حضور دانش آموزای زن یا دختر در مکاتب در افغانستان هستند. این چگونه میشه انکار کرد آقای؟ نه انکار نه. گپ انکار باز یعنی بارها ما براتون گفتم که ما انکار نمی‌کنیم، نفی نمی‌کنیم. ممکن باشه اگه به صراحت بگویم که هست، از جانب ما که ما خودم کدام کشف ندارم، یعنی تال برای ما کدام اطلاعی نرسیده، شما که رسانه هستین، مردمی که صدای موتو را میشنوه او قضاوت کده میتانه در کدام منطقه‌ای که مکتب حریق شده کسی خواست که او را حریق کده، یعنی خودش خودر نگرفته. ما حوادث داریم که حریق کده مکتبه، حادثات داشتیم که مثلا یک حادثه داریم که تیزاب بر روی دخترها پاشیده شده. دو مورد را که شما گفتین امیر طالب انجام داده یا کسای دیگه؟ طالب انجام داده. سپاسگزار آقای ننگ از حضورتان در این برنامه. بیننده های عزیز تا لحظات دیگر نوبت شماست. دیدگاه های شما را از رسانه های اجتماعی به بررسی میگیریم. با ما بمانید. والا نوبت شماست. دیدگاه شما را از رسانه‌های اجتماعی به خانش می‌گیریم. با فیسبوک آغاز می‌کنیم. زبیولای بهزاد: چون مخالفان و دهشت افغانان در کشور معمولاً این عمل را انجام دادند، از دیدگاه من امانادرس درست است، ولی هستند افرادی که با هدایتگیری از کشورهای همسایه مخالف تکامل و تداوم پروسه‌های آموزشی و پرورشی در افغانستان، که این کردار شومشان را با استفاده از فریب خوردگان افغان‌های ما بالای فرزندان معصوم ما انجام می‌دهند. بهتر است در زمینه مسموم شدن دانش آموزان دیدگاه وزارت صحت عامه و متخصصان را نیز داشته باشیم. پیام کوتاه در توییتر از احمد علی فرزاد داریم: باید این مسئله از وزیر صاحب معارف فرسان شود که چی چیزی میتواند باعث مسمومیت اطفال این کشور شود. و همچنان در توییتر ما احمد جواد امیدی نوشته: ضعف اداره مکتب و وزارت معارف. و قسمت از ایمیل علی احمد سنا: از یک طرف نشان دادن حضور خود من حیث یک قدرت که هر کار را به راحتی میتوانند انجام داد، از جانب مخالف با بیداری قشر اونها، زیر آنها و تمام مردسالاران از حضور پررنگ زنان در عرصه سیاست هراسانند. و قسمت از اسمس وزیر واصل: خاموش ساختن مشعل فروزان معارف از طرف یک مشت اشخاص عجیر، ونگیر، فنگیر، فروخته شده، بی‌ماهیت، بی‌خاصیت و فرصت طلب، جهت بدنام ساختن شخصیت‌های علمی فرهنگی کشور، توام لطمه به پیکر رشد روزافزون و برقاسای معارف در یک دهه می باشد. این بود دیدگاه شما از رسانه‌های اجتماعی. شما همچنان فرصت دارین تا دیدگاهتان را با ما شریک بسازید. وبسایت تلویزیون یک را فراموش نکنید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.